المسائل الثلاثة، مسائل السجانية. المسألة الأولى أن لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. مسألة مهم، مسألة توحيد هست، إنك الله متعال رو در توحيد ربوبيات و توحيد أسماء والصفات يغانو ببديل بدونين. نعم، المسألة الثانية أننا لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. مسألة دوم إنك الله متعال رو در ألوهيات و عبادات يغانو ببديل بدونين و هيت چيزي و هيت كسي غير از الله رو نبرسين و صدا نزنين. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي ولا ولي ولا جني ولا صالح ولا ملك. الله متعال نمیپسنده و راضی نیست به اینکه هیچ کسی در عبادت با او شریک بشه، نه نبی و نه فرشته و نه هیچ جن و انسانی. المسألة الثالثة، لابد أن المسلم يحقق البراءة من الشرك وأهله، لابد أن المسلم يتميز عن المشركين. مسئله سوم اینه که چاره‌ای نیست و این یک ضرورت و اصل و مسئله مهم هست که انسان از شرک و مشرکین بیزار باشه و ازشون دوری بکنه. يحقق البراءة من الشرك بأهله، اقرار واعتراف ويعتقد ان كل ما على الكفار كفر وضلال. این که براءت از مشرکین رو از حتی اهل خودش و دوری از شرک و مشرکان رو محقق بکنه. باللسان يقول وما انا من المشركين ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. به زبان این رو ابراز بکنه، این که من از مشرکان بیزارم، نه آنچه رو که شما میپرستید من میپرستم و نه شما آنچه رو که من میپرستم میپرستم. بالجوارح لا يشارك الكفار في عياد في احتفالات في طقوس في الشركيات في البدع. در بحث عمل هم با مشرکان هیچ مشارکتی در سختی های اونها، در اعیاد اونها، در رفتارها و مسائل و مناسبت هایی که دارن نداشته باشه. لكن كيف نتعامل مع غير المسلمين؟ اما چطور با غیر مسلمانان تعامل داشته باشیم؟ انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين الى ثلاثه اقسام، طرفين ووسط. مسلمان ها در رابطه با تعامل با غیر مسلمان ها به سه دسته تقسیم شدن، عده اهل افراد، عده اهل تفرید هستن و عده هم در وسط و میانه رو. قسم من الناس يتعرض للكفار بالقتل والسب واخذ الاموال. برخی از مسلمان ها با غیر مسلمان ها به صورت افراطی با قتل و کشتار و تضییع حقوق اونها برخورد میکنن. و قسم من الناس يدخل مع الكفار يشاركهم في عيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في الشركيات في البدع في لباسهم حتى تظن انه واحد من المشركين، نسال الله العافيه والسلامه. وبرخي از مسلمون ها هم به قدری به غیر مسلمون ها نزدیک میشن و در این زمینه کوتاهی میکنن که در همه اعیاد اونها و مناسبت های اونها شرکت میکنن و اینجاست که تشخیص داده نمیشه که این شخصی از مسلمون هاست یا غیر مسلمون. والصحيح الوسط. و درست و رویکرد صحیح رویکرد میانه و وسطی است که فرد میدونه در این زمینه داشته باشه. لا نفی لهم بالعهود، لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا باخذ الاموال. اینجاست که حقوق اونها رو تضییع نمیکنه، پیمان هایی رو که در بین اون و غیر مسلمان ها هست ضایع نمیکنه و به عهدها و پیمان هایی که هست پایبند میمونه و به قتل و کشتار و تضییع حقوق اونها رو نمیاره. و مع هذا لا ندخل معهم في اعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم. و در این حال با رعایت این موضوع در شادی های اونها، در اعیاد اونها، در مراسم و مناسبات اونها هم شرکت نمی کنیم. ندعوهم الى الله، بلکه اونها رو به سوی الله متعال دعوت میدیم. نقول والله نحن نحب لكم الخير، و به اونها میگیم که به الله قسم که ما برای شما خواهان خیر هستیم و خیرخواه شماییم. و هو الدخول في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة في دين الإسلام. كإن با ورود شما بأن دين است که محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم برون بود که دين إسلام حسن. ونخاف عليكم والله من النار، لو بقيتم على هذا فأنتم في النار إلى أبد الآبدين. و تصریح میکنیم که به الله قسم که ما خیرخواه شما هستیم که شما اگر بر این حالت بمانید وارد دوزخ میشوید و برای همیشه گرفتار عذاب الهی خواهید بود. المسلم لا يغش الكافر، المسلم ناصح ينصح للكافر. مسلمان به کافر کلک نمیزنه بلکه ناصح و خیرخواه غیر مسلمان. فلا بد ان نكون من الناصحين، لذا چاره‌ای نیست بلکه حتما باید از جمله خیرخواهان باشیم. ولا نكتم النصح عن هؤلاء.